برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، تیم حرفه‌ای حمید رضا صفی پور مشاور و طراح ساخت خانه های لوکس. پنجشنبه 14 فوریه برابر است با سالروز درگذشت فروغ فرخزاد، شاعر و هنرمند پرآوازه و فقید ایران. مردم فروغ را بیشتر به عنوان یک شاعر می‌شناسند و از فعالیت‌های سینمایی او کمتر آگاه هستند. به همین خاطر تصمیم گرفتم برنامه این هفته را به معرفی فروغ و فعالیت‌های سینمایی‌اش اختصاص دهم. همگینی را می‌شناسم. والله بگم کجا؟ میام خسته و افسرده زار. شاعر نامبر ایران بود، چرا نمی‌شناسی؟ نویسنده بوده. نرمیشه بوده دیگه. پرواز را به خاطر بسپار. فروغ فرخزاد 15 دی ماه 1313 در تهران متولد شد. قبل از پایان تحصیلات دوره دبیرستان با پرویز شاپور، کاریکاتوریست معروف آن زمان، ازدواج کرد و همراه با او به خوزستان نقل مکان کرد. زندگی زناشویی فروغ کوتاه بود و با داشتن یک پسر به نام کامیار از شوهرش جدا شد و به تهران بازگشت. یه بار خیاطی کن، یه بار نقاشی کنه، یه بار چیز بنویسه. خونه شوهر که نمیشه این کار را باید بشه آبگوش بپزه و پلو بپزه. در شهریور 1337 به ابراهیم گلستان معرفی شد و در سازمان سینمایی گلستان به کار ماشین نویسی و بایگانی اسناد و اطلاعات سینمایی مشغول شد و پس از مدتی به یادگیری فن تدوین فیلم پرداخت. خوشت عاشق فروغ بود. همجوری جلشی نبود، عاشق فروغ. ارتباط تنگ و تنگی بود که داشتند و کار و همکاری و فیلم شب و مه آلان رنه پلوی من بود. من از سفارت فرانسه قرض گرفته بودم با فیلم جامیتری پاسیفیک 201 قرض گرفته بودم که اینا رو یه جایی برای چند نفر نشون بدم و ببینم. گلستان زنگ زد که این فیلم پر توه. گفتم آره. گفتش که میشه بیار ما ببینیم. که من بردم استودیوی گلستان، سه نفر این فیلم رو دیدیم، من، گلستان و فروغ فرخزاد. مستندهای یک آتش، خرمن و بزر و چشمنداز از آثاری بودند که فروغ به عنوان تدوینگر در آنها نقش داشت. شما روزنامه میخونین؟ روزنامه از روزنامه حزب ایران نوین میخونیم. بله. فکر کلی عقیده شما چیه؟ عقیده؟ من عضو کمیته ایالتی آستان فارس حزب ایران نوین هستم. چند تا زن داری؟ زن دوتا. چرا بیشتر نداری؟ بیشتر ده نمیتونیم نگه بداریم. توی ده شما زن زمین داره؟ زن به زمین چیکار؟ زن شوهر داره. در سال 1340 فروغ در فیلم خواستگاری که درباره مراسم خواستگاری در ایران بود نقش عروس را بازی میکند. این فیلم از سوی مؤسسه فیلم کانادا به سازمان فیلم گلستان سفارش داده شده بود. ساخت اپیزود گرما از مستند دو اپیزودی آب و گرما و تدوین هر دو اپیزود از دیگر فعالیت‌های فروغ در این سال‌ها بود. او پس از مدتی به گویندگی در دوبله فیلم مهر هفتم ساخته اینگمار برگمن و به سرپرستی پرویز بهرام مشغول می‌شود. چون انسان یه موجود پویاییه، چون که من باش سر بعضی چیزا جدل می‌کردیم و بحث می‌کردیم در زمان استراحته،
چون انسان یه موجود پویاییه، اینیست که مطلقا ایدئولوژی زده نباید بشه. همچنین جان کلام اومد کلمش تو ذهنم، بهتر رها باشه. اونها چپ هستن در اول، برای اینکه جوان ها همه شون ایدئالیست هستن، آرمانگرا هستن. بعدن که میان تو زندگی شغلی، عده زیادشون مجاب میشن که آقا پول مهمتره تا شرف و شخصیت و نمیدونم عقیده و غیره و غیره، بعد چکمه بوس و مبدأ و غیره میشن. ولی فروغ چون همون آرمانگرا باقی بود، چپ باقی. در تابستان 1341 در فیلم دریا بر اساس داستان کوتاه چرا دریا طوفانی شد، نوشته صادق چوبک به عنوان بازیگر نقش اول زن به ایفای نقش پرداخت که این فیلم به کارگردانی ابراهیم گلستان به دلایل نامعلومی نیمه تمام ماند. پس از آن فروغ با فیلم تبلیغاتی به سفارش صفحه نیازمندی های روزنامه کیهان و کارخانه روغن نباتی پارس می سازند. رولته بود دیگه، میدونی؟ یعنی اسیانگر بود خودشم تا یاد همش، میدونی؟ خواست این نرم ها و این چیزهایی که قواعد و این قوانین دست و پاگیر که نمیذاش آدم تکون بخوره، میخواست اینا رو همه رو بشکونه بزنه کنار. یاقی بود مخالف، همیشه با خنده و با یک جور سبکسری و اینا همه چی رو جواب میداد. خب هر کی میتونه استنباط خودش رو بکنه، خب هر کی میتونه برداشت خودش رو بکنه. یعنی از یه ور یه بلند نظری خیلی امروزی برای احترام قائل بودن برای نظرهای همه، ولی از یه طرف گاهی یک کمی رنگ پریدگی که محصول اینه که خب خیلی چیزا رو قبول نداره، این درش دیده میشه. Springs Medical Spa، جوانسازی و زیبایی پوست با تزریق بوتاکس و فیلر، کمک به رشد مو با روش PRP، پاکسازی پوست با هایدروفیشیال و مایکرودرمابریژن، خدمات لیزر با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش ها. بیل سپرینگز مدیکال سپا با مدیریت دکتر سهراب خوشبین و با بیش از 30 سال سابقه و اعتبار در خدمت شماست. 11-685 یانگ استریت، ریچموند هیل، 905-780-6627. حمیدرضا صفی‌پور و نغمه کاشف‌پور جزو 25 تیم اول در سرمایه‌گذاری‌های تجاری شرکت ریماکس در بین 100 کشور دنیا در سال 2018 و با سال‌ها تجربه موفق در تورنتوی کانادا در خدمت شماست. سپاس از اعتماد چندین ساله شما. با افتخار تیم ما همیشه بهترین خدمات را به شما ارائه خواهد داد. در
در بهار 1341 فروغ فرخزاد به همراه دکتر راجی رئیس هیئت مدیره انجمن کمک به جذامیان برای آشنایی با محیط و موقعیت جذامخانه باباداغی و وضع بیماران جذامی آنجا سفری مقدماتی به تبریز می کند و در این سفر سرپرستی کودکی به نام حسین منصوری از پدر و مادری جذامی را به عهده می گیرد. فروغ پس از اتمام تحقیقاتش شروع به ساخت فیلم خانه سیاه است می کند. گفتارهای این فیلم اقتباس از متون مذهبی اسلامی و تورات می باشد. خانه سیاه است در زمستان 1342 در فستیوال اوبرهازن آلمان برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد. تو را شکر می کنم که به من دست دادی تا کار کنم. تو را شکر می کنم، می گویم که به من چشم داده تا زیبایی های جهان را ببینم. تو را شکر می گویم که به من گوش داده تا از آهنجا خوش لذت ببرم. در حاوی کیست که تو را حمد می گوید ای خداوند؟ اگه کسی حتی در حرف زدن یا محاوره معمولی بگه که شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، برای نشون دادن این زمان طولانی که اینا در تبریز میگذروندن. شنبه، یک شنبه، دو شنبه، چهار شنبه، شنبه. فروغ در تابستان 1343 پس از بازگشت از سفری کوتاه به اروپا در دو صحنه از فیلم خشت آینه کار ابراهیم گلستان بازی کرد و علاوه بر شرکت در نمایشنامه شش شخصیت در جستجوی نویسنده اثر لویجی پیراندلو در ساخت مستند موج، مرجان و خارا اثر ماندگار ابراهیم گلستان نیز مشارکت کرد. خیلی عین شعراش بود، رها بود، یه دختر خاصی بود و فروغ هنرپیشه که نبود، فروغ استعداد ذاتی داشت. نقشی هم که بازی کرد یه خود متأثر از شخصیت خودش رو توش کار کرده. همون دشت و همون کوه، همون چوپان و نای و زنگ گله، ولیکن در کنار کنده های کهنه شاخه های فولادین جوانه زده بود. پیچ و شیر چاه های نفت و دستگاه های بارآوردن نفت. در سال 1344 سازمان یونسکو فیلمی نیم ساعته و برناردو برتولوچی کارگردان مشهور ایتالیا یک فیلم 15 دقیقه‌ای از زندگی فروغ ساختند. رابطه یه دو شخص ایرانی با جامعه رابطه یک طرف هست. اون تماشاچی جامعه هست، ولی جامعه برای قبول مثلا این حاصل این نظاره کردنهای اون از فروغ در زمینه شعر پنج مجموعه به نامهای اسیر، دیوار، اسیان، تولدی دیگر و ایمان می آوریم به آغاز فصل سرد به چاپ رسیده است. می توان با نقش های پوچ تر آمیخت، می توان همچون عروسک های کوکی بود با دو چشم شیشه ای دنیای خود را دید، می توان در جعبه ماهود با تنی انباشته از کاه سالها در لابلای تور و پولک خوف، میتوان با هر فشار هرزه دستی بی سبب فریاد کرد و گفت آه من بسیار خوش. فروغ فرخزاد در ساعت 4:30 بعد از ظهر روز دوشنبه 24 بهمن 1345 در یک حادثه نابهنگام تصادف اتومبیل در شمال تهران جان باخت. روحش شاد و یادش گرامی باد. من خیلی کوتاه، من به زودی میمیرم،
ولی عمر شما خیلی بلند. گفتم فروغ اگه از این حرف ها میخوای بگی بلند شد خودمون بگی. به مادرم گفتم دیگر تمام شد. گفتم همیشه پیش از آن که فکر کنی اتفاق می افتد. باید برای روزنامه تخلیتی بفرستی. بینندگان عزیز، در خاتمه جا دارد از آقای ناصر صفاریان برای مستند سگانه‌ای که درباره فروغ فرخ ساخته و ما از اون در این برنامه استفاده کردیم تشکر و قدردانی کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. لذتی که در غم نهفته به تمام شادی‌های جهان می‌ارزد. موسیقی ایرانی را از نظر حزن و اندوهی که دارد دوست دارم. من اصولاً اندوه را دوست دارم و از رنج لذت می‌برم. صدای قمر و ملوک وزیری و ادیب خانساری و وای چه حزن دلنشین. بیایید به آواز کسی که در بیابان بیراه میخواند گوش دهید، آواز کسی که آه میکشد و دستهای خود را دراز کرده میگوید وای بر من، زیرا که جان من به سبب جراحاتم در من بیهوش شده. ما بر زمینی هر سرویدی، ما بر زمینی هر زمی باری، ما هیچ را در راه دیدی، ما هیچ را در راه دیدی. برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی، مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، تیم حرفه‌ای حمیدرضا صفی‌پور مشاور و طراح ساخت خانه‌های لوکس.